سلام، سیما هستم و اینجا کانال سی چاکلت. توی این ویدیو قراره در مورد درصد شکلات ها باهاتون صحبت کنم. قبلا یه ویدیو در مورد درصد شکلات تلخ با جزئیات کامل گذاشتم، میتونید اون رو ببینید و لینکش رو داخل دسکریپشن میذارم. اما توی این ویدیو قراره در مورد درصد شکلات تلخ، شکلات سفید و شکلات شیری با هم صحبت کنیم. با من همراه باشید. درصدی که روی بسته‌بندی شکلات ها نوشته میشه یه فرمول خیلی ساده داره. در واقع مجموع کوکومس و کوکوباتر استفاده شده در هر شکلات اون عدد درصد رو نشون میده که حالا به صورت مجزا توی شکلات های مختلف این رو براتون توضیح میدم تا فهمش کاملا آسون بشه. خب با شکلات تلخ شروع کنید. فرض کنید که شما یک شکلات تلخ 85 درصد دارید و وزن شکلاتتون 100 گرم. یعنی توی این 100 گرم شکلات 85 گرم کوکومس و کره کاکائو هست و مابقی اون یعنی 15 گرم بقیهش شیرین کننده هست. حالا این شیرین کننده میتونه شکر باشه، میتونه پودر عسل باشه، میتونه شکر نارگیل یا هر چیز دیگه باشه. حالا بریم سراغ شکلات شیری. فکر کنید که یک شکلات شیری 40 درصد داریم. توی 100 گرم شکلات شیری 40 درصد 40 گرم کوکومس و کره کاکائو هست. 60 گرم مابقیش مجموع شیر خشک و شیرین کننده که داخل این شکلاته. حالا بریم سراغ شکلات سفید. همونطور که میدونید و در ویدیوی قبلی براتون توضیح دادم، شکلات سفید کوکومس نداره. پس درصدی که روی شکلات سفید نوشته میشه فقط میزان کره کاکائو به استفاده شده داخل اون شکلات هست. مثلا اگر شما یه شکلات سفید 45 درصد داشته باشید، یعنی توی اون 100 گرم شکلات سفید 45 درصد 45 گرم کره کاکائو دارید و مابقی اون یعنی 55 گرم دیگرش مجموع شیر خشک و شیرین کننده هستش که داخل اون شکلات سفید استفاده شد. و اما شکلات روبی. ترکیبات شکلات روبی دقیقا مثل شکلات شیری هست، یعنی داخلش کوکومس، کره کاکائو، شیر خشک و شیرین کننده استفاده شده، ولی چون کوکومسش رنگش صورتی، خودش هم به رنگ صورتی هستش. بنابراین درصدی که روش نوشته شده، مثلا فکر کنیم که یک شکلات روبی 33 درصد داریم، یعنی توی 100 گرم این شکلات 33 گرمش کوکومس یعنی روبی کوکومس و کره کاکائو هست و توی مابقیش یعنی 67 گرم باقی موندهش شیر خشک و شیرین کننده است. خب حالا اگر شما فقط یک مصرف کننده شکلات هستین، این مطالب به چه دردتون میخوره و کجا به کارتون میاد؟ موقعی که از شکلات‌های موجود در بازار میخواین بهترین نوع شکلات رو انتخاب کنین از نظر کیفیت، پس باید یه سری پیش‌زمینه‌ها، یه سری اطلاعات پایه و عمومی نسبت به شکلات، اینکه چه دسته‌بندی رو داره، چند شکلات داریم، مفهوم درصد شکلات به چه معناست و یه سری چیزهای دیگر باید بدونید تا بهترین انتخاب رو داشته باشید.